بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، بسیار خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها برای شما عزیزا مفید تمام شوه، میریم به طرف یک درس جدید به نام تجزیه. دوستای عزیز ببینین تجزیه. از ریاضی صنف هفتم. خب دوستای عزیز، شما ببینین که تجزیه چی هست. روز پیش اگر یادتان باشه، ما شما دوستای عزیز امیر کار کردیم که تجزیه در حقیقت تبدیل کردن عدد مرکب بود به اعداد اولیه، اعداد مرکب کدام اعداد بود؟ امو اعدادی بود که ما او را اینطور میفهمیدیم که غیر به خودش و به یک به اعداد دیگام قابل پوره قابل تقسیم است. ایناله اعداد اولیه کدام اعداد بود؟ اعدادی بود که غیر به خودش و به یک به کدام اعداد دیگه پوره قابل تقسیم نبودن. ایناله ما اگر اعداد مرکبه بریم به اعداد اولیه تبدیل کنیم، امی عملیه زیر دوستای عزیز، امی عملیه را به نام چی یاد میکنن دوستای عزیز؟ به نام تجزیه یاد میکنن. مثلا چطور؟ ببینین دوستای عزیز، اول شما عدد نشته کنید. عدد 72 با دپوریش یک خط عمود بکشید. درست؟ قابلیت های تقسیم یاد داریم. در بین قابلیت های تقسیم دوستای عزیز یادتان باشه که قابل تقسیم بر دو و قابل تقسیم بر سه کاربردش اضافه تر است از دیگرش. خب ببینیم که یه عدد با دو پوره قابل تقسیم هست؟ هست. چرا؟ رقم اولش جفت است. این حال سعی کنین دور اینجا نشته میکنین، باز تقسیم میکنیم. 36 چند باقی مانده از هفت؟ یک در بالایی نپرتین، در پروش فکر کنین، در پروش بانین، در پروش که بانیم چند میشه؟ 12. 6 2 12. این حال چطور؟ آیا 36 با دو پوره قابل تقسیم هست؟ هست. چرا؟ که رقم اولش جفت است. درست؟ این دوری طرف نشته کنیم. بعد از او 1 2 2 چند باقی مان؟ یک در پولوی 6 فکر کنین، 16 8 2 16. باز 18 آیا با دو پوره قابل تقسیم است؟ است. باز با دو میگیریم، 9 2 18. 3 چطور؟ 3 دیگه با دو پوره قابل تقسیم نیست، به خاطر که عدد جفت نیست. با چی میگیریم میشه؟ با 3. 3 3 9. خب 3 در جمله عددی چیست دوست عزیز؟ عدد اولیه. عدد اولیه رو گفتیم غیر به خودش دیگه با یک که نشه میکنیم، زیادتر به خودش پوره دیگه به کدام چیز دیگه پوره قابل تقسیم نیست. بسی 1 تا کدام وقت عملیه رو ادامه میتین؟ تا که به یک تبدیل شود. این ای تجزیه شد. این همی ها را کلش به نام چی یاد میکنن؟ عوامل ضربی. متوجه هستین دوست عزیز؟ پس هدف از تجزیه تبدیل کردن اعداد مرکب است به اعداد اولیه، و در آخرین مرحله هم باید به چی ختم شوه؟ به یک دوستای عزیز ختم شوه. خب بریم سر مثال دیگش. به مثال دیگش، خب عدد دیگه هست 208. برای ما میتکیره چی کنین؟ تجزیه کنین. 208 این را نشه میکنیم. بعد از او چی کار میکنیم؟ در پولویش یک خط عمود میکشیم.
بیتت. این خط عموده که کشیدین با چی را در نظر میگیرین؟ قابلیت های تقسیم. وام کدام قابلیت تقسیم؟ قابلیت تقسیم بر دو. گفتم ما خرد خوردن با دو. چی وقتی اگر داد با دو قابل تقسیم است؟ که رقم اولش چی باشه؟ جفت. این رقم اولش هشت است، جفت است. دو رو اینجا نشان میکنید. شروع میکنید با تقسیم کردن. یک دو دو. صفر باقی مان صفر خودش نشان میکنیم. چهار دو هشت. درست است؟ خب. با چند تبدیل شد؟ با 104. آل 104 با چی پورا قابل تقسیم از نظرتان؟ با دو. چرا رقم اولش جفت است؟ این دو. پنج دو ده. دو دو چهار. پنجا و دو چطور؟ بازم با دو قابل تقسیم است. دو. این دو. درست است نی؟ یک دو خب دو دو چهار. چند باقی ماند؟ یک. شش دو دوازده. درست است؟ بازم رقم اول جفت است با دو. یک دو دو. سه دو شش. در چی رسید دو سیزی؟ سیزه. سیزه چطور؟ با دو پورا قابل تقسیم است؟ نی. چون رقم اولش تاق است. با سه پورا قابل تقسیم است؟ نی. چون مجموع ارقامش با سه پورا قابل تقسیم نیست. سه جمع یک؟ چهار. نیست پورا قابل تقسیم. درست؟ پس چی میگیم دوستای عزیز؟ میگیم ای از جمله اعداد اولیه هست. اعداد اولیه چی مونا؟ اعدادی که غیر به خودش و به یک با کدام چیز دیگه پورا قابل تقسیم نیست. به خودش میگیریم دیگه. سیزده. سیزده که تقسیم سیزده شوه یک. تجزیه را تا چی وقتی دامه میتیم؟ که اعداد آخری ما چی شوه؟ یک شوه. اینی اعدادی که تجزیه شد. اینیا. اینا را با نام باز چی یاد میکنن؟ عوامل ضربی. عوامل ضربی کدام عدد؟ اینمی عدد 208 که البته باز کاربردش در صنفای بالاتر دیگه باز ما و شما خود خواندیم که چطور عوامل ضربی عدد پیدا کنیم، پیدا کنیم چی فایده برای ما میکنه. درست؟ خب بریم به یک مثال دیگه. ببینید دوستای عزیز عدد دیگه 416 است. برای ما داده میشه که 416 را چی کنیم؟ تجزیه کنیم. ما خود عدد را نشته میکنیم، در پولیش چی میکنیم؟ یه خط عمود میکشیم. بعد از او باز، بعد از او باز میبینیم قابلیت های تقسیم دیگه یاد داریم. کدام قابلیت تقسیم یاد داریم؟ دور یاد داریم. مهم کدام است؟ دو، سه، همین قابلیت های تقسیم خرد. خب ببینیم که قابل تقسیم بر دو. چی وقتی یک عدد قابل تقسیم بر دوست؟ که رقم اولش چی باشه؟ جفت باشه. رقم اول شش است. این با دو قابل تقسیم. این دو. دو دو چهار. این اینجا یک است. دوستای عزیز یک بوریکی اینه میجا داره. یک. یک دیگه با دو پوره تقسیم نمیشه. صفر میمونیم دیگه. هشت دو شانزده. خب هشت چطور؟ هشت رقم اولی چیست؟ جفت است. با دو پورا قابل تقسیم است. نشان می کنیم دو. یک دو دو صفر. چهار دو هشت. باز رقم اول چی است؟ جفت است. با دو پورا قابل تقسیم. پنج دو ده. دو دو چهار. باز رقم اول چی است؟ جفت است. با دو پورا قابل تقسیم است. باز دو. دو دو چهار. شش دو دوازده. باز با دو. یک دو دو. سه دو شش. باز با سیزده. باز یک. بالاخره یام کاملا چی شد دوست عزیز؟ تجزیه شد. به نظر من که یک مثال دیگه هم اگه حل کنیم دیگه باز کاملا کفایت خواد کردی که دیگه مشکل براتون باقی نخواد مان. بازم عددی دیگه 2574. 2574 این ما چی میخواییم؟ تجزیه میکنیم. تجزیه درست با عوامل ضربیش. از کدام طریقه استفاده میکنیم؟ از قابلیت های تقسیم. درست است نیست؟ اول یک خط عمود در پولیش میکشیم، بعد از او
از قابلیت های تقسیم استفاده میکنیم. قابلیت های تقسیم هم گفتیم که از خرد شروع کنیم. از خرد. از چی شروع میکنیم؟ از دو. چی وقتی اگر عدد به دو پوره قابل تقسیم است؟ وقتی که رقم اولش دو سای عزیز چی باشن؟ جفت باشن. رقم اولش چی باشن؟ جفت باشن. حالا ببینید رقم اول عزیز چی از دو سای عزیز؟ جفت است نی؟ پس به دو قابل تقسیم است. اینجا شروع میکنیم. یک دو دو. دو دو چار. چند باقی مان؟ یک. یک سر هفت نپردیم که هشت جوا. ایتو در پولیش تصور کنین عبده. هشت دو شانزه. باز یک مان. در پولی چار که فکر کنین چارده. هفت دو چارده. اینالی یک هزار و دو سد هشتاد هفت. این به چند پوره قابل تقسیم است؟ به دو پوره قابل تقسیم است؟ نی. چرا نی؟ به خاطر که رقم اولش جفت نیست. خیلی به چند پوره قابل تقسیم است؟ به سه. چار سه چرا؟ هفت هشت پانزه. پانزه و دو عبده. عبده و یک هشته. ما شما گفته بود یک عدد زمان به سه پوره قابل تقسیم است که مجموع ارقامش به سه پوره قابل چی باشه؟ تقسیم باشه. هفت هشت پانزه. پانزه و دو عبده و یک هشته. چار سه دوازده. دو سه شش. نو بیست هفت شد دیگه. نو سه بیست هفت. ای چطور؟ بس چی پوره قابل تقسیم؟ یعنی بسی نو دو یازده یازده و چار پانزده. پانزده و سه پوره قابل تقسیم است. پس یه عدد هم بسی پوره قابل تقسیم. یک سه سه. درست هستی؟ خب چند باقی مون؟ چار سه دوازده. سه سه نو. این حالا بینه سه و چار هفت هفت یک هشت. یک سد و چل سه چطور؟ یک سد و چل سه دوستای عزیز با یازده پوره قابل تقسیم است. با یازده. خب یک یازده یازده. چند باقی مان؟ سه. سی و سه. سه یازده سی و سه. سیزده در جمله کدام عدد است؟ سیزده در جمله اعداد اولیه. چرا اعداد اولیه؟ که اعداد اولیه اونو اعدادی بود که غیر به خودش و به یک به کدام چیز دیگه پوره قابل تقسیم نبودند. پس این را میگیریم به سیزده. چند میشه؟ یک. اینا چی وقت تجدید ادامه میتیم تا که به یک تبدیل شود. اینی اعداد کال ده اینجا پیداش. این یاره. یاره به نام چی یاد میکنن؟ عوامل ضربی. چی مانا عوامل ضربی؟ یعنی هر کدام از این هر کدام از این اینمیا یکی از عوامل ضربی است که اینا اگر به هم ضرب شوند عدد 2574 دوستای عزیز برای ما میتن. اینا رو به نام عوامل ضربیش. حالا چرا تو توته توته و پارچه پارچهش میکنیم؟ باز به خیلی در صنفهای آینده میفهمیم که ما شما در حل افاده های الجبری که تجزیه میکنیم یا باز اونجا کاربرد داره که به خیر باز در وقتش مورد استعمال یا استفاده میره براتون تشریح خواهد کردیم. تشکر دوستای عزیز توجهتان. حالا نوبت میرسه به سوالی که برای خودتان بتیم که شما او را تجزیه کنیم. خب دوستای عزیز شما چند تا عدد ما برای شما میتونم شما اینا را تجزیه کنیم. خب اعداد زیل را تجزیه کنید. تجزیه کنید. یکی از اعداد هزار است. یکی درست کاما دیگهش عدد خرد میدیم براتون. هشتاد و یک. متوجه هستین؟ اینا دوستای عزیز شما این نمیا را تجزیه کنین ببینین که آیا با کدام مشکل مواجه میشین یا نی. و من یقین دارم اگر دقیق گوش داده باشین با سوال و سه مثالی که کار شد انشالله هیچ مشکل براتون پیش نخواهد آمد. تشکر از توجهتان. تا ساعت دیگه که باز در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم شما را به خداوند یکتای بی همتا مسپاریم. تشکر.